منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، آلمان به خصوص در بین کشورهای اروپایی، حالا همشون مشکلات مشابه دارن ولی مشکلات ویژه‌ای داره با هم جامعه نسبتاً جدید مهاجرانی که از کشورهای عربی به خصوص سوریه آمدن و بسیاری از اونها دارن حمایت میکنن از نه فقط فلسطینی‌ها، حالا اون قابل درک است، بعضیشون از اقدامات حماس. بله، اگه اجازه بدین من میخوام با پرده سوم و پرده چهارم دنیای وارونه شروع کنم و به پرسش شما هم پاسخ خواهم داد و اشاره‌ای بکنم به آخرین سخنان علی خامنه‌ای و تأثیر اون بر جنگ اسرائیل با حماس و احتمال حمله اسرائیل به حکومت اسلامی در ایران. ببینید، خبری بود که صلیب سرخ جهانی قاطعانه از اسرائیل خواسته است که اجازه بدید ما بیاییم و از تروریست های حماس که در اسرائیل دستگیر شدن و به زندان افتادن دیدن بکنیم، باشون گفتگو بکنیم، مطمئن بشیم که شما باشون خوش رفتاری میکنید و همچنین اونهایی که زخمی شدن ما بریم بیمارستان ها و اینها رو بررسی بکنیم که به خوبی مورد معالجه قرار میگیرن. و این در حالی که 250 گروگان اسرائیلی یا بیشتر در گروه حماس هستن، افراد غیر نظامی، نه تروریست های مسلح، افراد غیر نظامی، زن و کودک و بزرگ و کوچک، کودکان 3 ساله، مادری که با بچه شیرخوارش اونجاست و غیره. و تا به حال صلیب سرخ نتونسته با هیچ یک از این گروگان های اسرائیلی دیدار بکنه. ما نه اسم دقیق گروگان ها رو میدونیم، نه هویت اونها رو ازشون به اطلاع داریم و نه میدونیم در چه شرایطی نگهداری میشن. و این در حالی که بعضی از اونها سالمند هستن، دارو میخورن، احتیاج به مواظبت و معاینه پزشکی دارن. پرده چهارم دنیای وارونه این است که جلسه حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به ریاست نماینده حکومت اسلامی ایران برپا شده که بله، ایشون بهترین حافظ و مدافع حقوق بشر در جهان، به ویژه در ایران. و اما سخنان علی خامنه‌ای یک نکته بسیار بسیار مهمی داشت و اون این است که ایشون گفت که این جنگ حق علیه باطل، جنگ حق علیه باطل، حق یعنی اسلام به روایت حکومت ایران که باید بر دنیا مسلط بشه، و باطل یعنی کشورهایی که غیر مسلمان هستن. حق علیه باطل، جنگ دینی هست. و بعدش اضافه میکند، میگوید که این مسئله غزه و این چیزها اینا فقط حاشیه است، هدف جنگ حق علیه باطل، یعنی کل مسئله غزه و فلسطین و یک بهانه و وسیله هست برای اینکه اینها بیان دنیای اسلام رو با دنیای به اصطلاح خودشون کفر در جدال قرار بدن. این نشون میده که نزاع فلسطینی ها با اسرائیل نزاعی است که ریشه های دیگر داره. این فقط یک بهانه است. حماس یک گروه مذهبیه که میخواهد دنیای اسلام رو بر سراسر دنیا مسلط بکنه و نابود کردن اسرائیل فقط مرحله اولشه. و میخوام نتیجه گیری بکنم و بگویم که حتی اونهایی که میگن آتش بس بشه، آتش بس انسانی، اینها، این به حماس امکان میده که نفس بکشه، تجدید سازمان بکنه، تجدید قوا بکنه و جنگ رو با شدت بیشتری علیه اسرائیل انجام بده. هدف امروز نابود کردن توان نظامی و سیاسی حماسه که از قدرت بیفته و دیگه جنایتی مرتکب نشه. ما به تاریخ نزاع عرب با اسرائیل و فلسطینی‌ها با اسرائیل که نگاه بکنیم، تا پیش از 1967 یعنی جنگ 6 روزه، نه کرانه غربی در اختیار اسرائیل بود و نه نوار غزه. پس چرا با اسرائیل در حال ستیز بودن؟ چرا هواپیما رو بایی میکردن؟ چرا در فرودگاه مسافران رو به گلوله میبستن؟ چرا در اسرائیل تو اتوبوس ها و اینا بوم میگذاشتن؟
مسئله کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل نبوده و نیست، چون کرانه باختری پیش از 67 بخشی از خاک اردن بود. رسما به نقشه‌شو نگاه بکنید، کرانه باختری جزء خاک اردن بود، یعنی مسئله فلسطینی اصلا حل شده بود. قذر هم زیر نظر مصر بود و مصر این رو به خاک خودش ضمیمه نکرد، گفت ما نمیخوایم، اینا عنصرهای فاسدی هستن. این به نظر من یک نشان این است که نزاع بین اسرائیل و حماس و غزه نیست، نزاع بین فرهنگ و موجودیت ملت یهود و ملت اسرائیل با دنیایی که نمیخواهد این ملت رو بپذیره. و اینجا میرسم به پرسش شما و این مسئله آلمانه. آلمان در مقایسه با کشورهای دیگر غرب اروپا یک تفاوت عمده داره و اون این است که آلمان زادگاه جنایات هولوکاست علیه ملت یهود بوده و حاکمان جدید آلمان بعد از جنگ جهانی دوم پی بردن که چه جنایت بزرگی اتفاق افتاده که شاید در تاریخ بشری بی‌نظیر بوده. الان طلب مغفرت میکنن، میخوان جبران بکنن و این است که هر اولا کاملا از اسرائیل دفاع میکنن و به تقویت بنیه دفاعی اسرائیل یاری رساندن. اسرائیل 6 تا زیردریایی از نوع دلفین از آلمان خریداری کرد که یه دونش هدیه بود، پول بقیه رو دادن با قیمت ارزون تر و آلمان بعد از اون جنایات خودش رو موظف میدونه که از موجودیت ملت یهود، از موجودیت اسرائیل دفاع بکنه. حالا در سالهای اخیر چه اتفاقی افتاده؟ اولا بیش از 1 میلیون نفر ترک رو، ترک مسلمان برخیشون متعصب، وارد آلمان شدن. در سالهای اخیر از سوریه آمدن، از مصر آمدن، از پاکستان، از کشورهای دیگر و به ویژه فلسطینی ها در اونجا مستقر شدن. شما نازیسم رو و یهود ستیزی سنتی آلمان رو در نظر بگیرید که همراه میشه با گروه های تروریستی. 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم. فلسطینی و چیز و این به یک چیز خطرناکی مبدل میشه که آلمان میخواد جلوش رو بگیره و از این نظر حماس غیر قانونیه و این تظاهرات ممنوعه. ممنونم منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با